دستی گزارشات بیمارستان درباره شما و درمانتان را خواهند خواند. همچنین یکی از اعضای دادگاه خصوصی برای گفتگو با شما خواهد آمد. چه وقت می توانم برای برگزاری این محکمه اقدام کنم؟ یک بار در هر زمانی در طی شش ماه اول که تحت بند 3 در بیمارستان بستری شده اید، می توانید برای محکمه اقدام کنید. همچنین می توانید یک بار در هر زمانی در طول 6 ماه دوم و سپس یک بار در هر سال که پس از آن در بیمارستان نگه داشته می شوید اقدام نمایید. اگر نزدیکترین خیشاوند شما به مدیران بیمارستان بگوید می‌خواهد به شما اجازه دهند بیمارستان را ترک کنید، اما پزشک مسئولتان گفته باشد اجازه ندارید، نزدیکترین خیشاوندتان می‌تواند برای برگزاری محکمه اقدام کند. وی باید اقدام را در عرض 28 روز انجام دهد. یعنی از زمانی که پزشک مسئولتان گفته است، فکر می کند نباید به شما اجازه ترک کردن بیمارستان را داد. در صورتی که بخواهید برای دادگاه اقدام کنید، می توانید درخواست خود را به نشانی زیر بنویسید: The Tribunal Service، صندوق پستی 8793، طبقه 5، Listers، LE18BN. شماره تلفن هستش 0-845-223-2022. می توانید از یک مشاور حقوقی درخواست کنید از طرف شما به دادگاه خصوصی نامه بنویسد و در جلسه دادرسی نیز به شما کمک کند. بیمارستان مسئول شما و قانون جامعه فهرستی از مشاوران حقوقی متخصص در این زمینه را به شما معرفی خواهند کرد. نیازی به پرداخت دستمزد به مشاور حقوقی برای کمک در این زمینه نیست. در این مورد رایگان و تحت طرح کمک حقوقی می باشد. اطلاع دادن به نزدیکترین خیشاوند شما. نسخه از این جزوه به شخصی داده می شود که لایحه سلامت روانی او را نزدیکترین خیشاوند شما بداند. در لایحه سلامت روانی فهرستی از اشخاصی به چشم می‌خورد که خیشاوند شما شناخته می‌شوند. معمولاً شخصی که در بالاترین ردیف این فهرست قرار دارد نزدیکترین خیشاوند شماست. کارکنان بیمارستان می‌توانند جزوه‌ای به شما بدهند که این موضوع و حقوقی را که نزدیکترین خیشاوند شما در ارتباط با مراقبت و درمان شما به عهده دارد به خوبی توضیح می‌دهد. در مورد پرونده شما به ما گفته شده است که نزدیکترین خیشاوند شما برای مثال شخص زیر است. اگر نمی‌خواهید این شخص نسخه از این جزوه را دریافت کند، لطفاً به پرستار خود یا یکی دیگر از اعضای کادر بیمارستان اطلاع دهید. تغییر نزدیکترین خیشاوند. اگر فکر میکنین این شخص برای نزدیکترین خیشاوند بودن شما مناسب نیست، میتوانید برای برگزاری دادگاه استانی اقدام نمایید تا شخص دیگری را به عنوان نزدیکترین خیشاوند شما تعیین نمایند. کارکنان بیمارستان میتوانند جزوه‌ای که این مطلب را به خوبی توضیح داده است به شما ارائه نمایند. نامه‌های شما. کلیه نامه‌هایی که در زمان بستری شدن شما در بیمارستان برای شما ارسال می‌شود به شما تحویل داده خواهد شد. شما می‌توانید به هر کسی به جز کسانی که گفتند نمی‌خواهند نامه شما را دریافت کنند نامه بنویسید. کادر بیمارستان می‌تواند نامه‌های ارسالی برای اشخاص مذکور را متوقف کند. شماره کد ارجاع. یک کد ارجاع وجود دارد که توصیه‌های درباره لایحه سلامت روانی و رفتار با بیماران دارای اختلال ذهنی به کادر بیمارستان می‌دهد. ایشان باید هنگام تصمیم گیری درباره مراقبت از شما توصیه‌های این کد را در نظر بگیرند. در صورت تمایل می‌توانید درخواست کنید نسخه از این کد را ببینید. چگونه می‌توانم شکایت کنم؟ اگر قصد دارید درباره هر چیز مربوط به مراقبت و درمان شما در بیمارستان
شکایت کنید، لطفاً با یکی از اعضای کادر بیمارستان صحبت کنید. ممکن است آنان بتوانند مشکل شما را حل کنند. همچنین می توانید اطلاعاتی درباره مراحل و طرز عمل شکایت از بیمارستان مسئول به شما بدهند که با استفاده از آن می توانید شکایت خود را از طریق آنچه تحلیل محلی نامیده می شود طبقه بندی نمایید. همچنین می توانید اشخاص دیگری را به شما معرفی کنند که در تهیه شکایت نامه به شما کمک نمایند. در صورتی که احساس نمی کنید مراحل و طرز عمل شکایت بیمارستانی کمکی به شما بکند، می توانید به یک کمیسیون مستقل نیز شکایت کنید. این کمیسیون بر چگونگی استفاده از لایحه سلامت روانی نظارت می کند تا مطمئن گردد این لایحه به درستی به کار می رود و اینکه بیماران در طول مدت بستری شدن در بیمارستان به طور مناسبی تحت مراقبت قرار می گیرند. کارکنان بیمارستان می توانند جزوه‌ای به شما بدهند که توضیح می دهد چگونه با این کمیسیون تماس بگیرید. کمک و اطلاعات بیشتر. اگر در مورد مراقبت و درمان شما مسئله مبهمی باقی مانده است، یکی از کارکنان به شما کمک خواهد نمود. در صورتی که در هر مطلب یا نکته‌ای در این جزوه برای شما قابل درک نیست یا پرسش‌های دیگری دارید که در این زمینه به آنها پاسخ داده نشده است، لطفاً از یکی از اعضای کادر بیمارستان درخواست کنید برای شما توضیح خواهد داد. اگر نسخه دیگری از این جزوه برای شخص دیگری نیاز دارید، لطفاً درخواست نمایید یک نسخه دیگر به شما داده شود. پذیرش توسط حکم بیمارستان بدون محدودیت. بند 37 لایحه سلامت روانی سال 1983. چرا در بیمارستان هستم؟ شما طبق حکم دادگاه در این بیمارستان نگه داشته شده اید. دادگاه حکم داده است که شما می توانید بنا به بند 37 لایحه سلامت روانی 1983 در بیمارستان نگه داشته شوید. این حکم حکم بیمارستانی نام دارد، بدین معنا که دو پزشک به دادگاه اعلام داشتند که عقیده دارند شما دچار اختلال روانی هستید و لازم است در بیمارستان بستری شوید. چه مدت در اینجا خواهم ماند؟ در آغاز به مدت 6 ماه در اینجا نگاه داشته خواهید شد تا درمان مورد نیازتان برای شما فراهم شود. در طی این مدت نباید بیمارستان را ترک کنید مگر اینکه شخص مسئول مراقبت از شما یعنی پزشک مسئولتان به شما بگوید می توانید مرخص شوید. در صورتی که اقدام به ترک بیمارستان کنید، کارکنان می توانند جلوی شما را بگیرند و اگر خارج شده باشید شما را به بیمارستان برگردانند. بعد چه می شود؟ در صورتی که پزشک مسئولتان فکر کند به اندازه کافی سالم هستید که بیمارستان را ترک کنید، به شما خواهد گفت. در صورتی که پزشک مسئولتان عقیده داشته باشد لازم است برای مدت طولانی تر از 6 ماه بستری شوید، ایشان می تواند مدت اقامتتان در بیمارستان را به 6 ماه و سپس تا 1 سال هر بار تمدید کند. با نزدیک شدن به پایان هر دوره، پزشک مسئول شما درباره آن با شما صحبت خواهد کرد. آیا می توانم استیناف بدهم؟ بله، می توانید از دادگاه درخواست کنید مجدداً به پرونده شما رسیدگی شود. برای انجام این کار باید درخواست را سریعاً انجام دهید و بهتر است از یک مشاور حقوقی کمک بگیرید. از کارکنان بیمارستان درباره نحوه انجام این کار سوال کنید و آنان جزوه دیگری به شما خواهند داد. همچنین می توانید از مدیر بیمارستان بخواهید به شما اجازه دهد آنجا را ترک کنید. این کار در هر زمانی می تواند انجام گیرد. مدیران بیمارستان کمیته‌ای هستند که از افرادی درون بیمارستان تشکیل می شوند که تصمیم می گیرند آیا بیمار باید در بیمارستان نگه داشته شود یا مرخص گردد. ممکن است مدیران بیمارستان بخواهند قبل از تصمیم گیری درباره مرخص کردنتان با شما صحبت کنند. در صورتی که قصد دارید مرخص شوید، می توانید به نشانی زیر برای آنان نامه بنویسید یا می توانید با یکی از اعضای کادر بیمارستان
بخواهید به شما کمک کند با مدیر بیمارستان تماس بگیرید. پس از آنکه حکم بیمارستانی شما برای مدت 6 ماه جاری شد، شما و نزدیکترین خویشاوندانتان می توانید از دادگاه خصوصی درخواست کنید حکم دهد که نباید در بیمارستان نگه داشته شوید. این جزو توضیحات بیشتری درباره نزدیکترین خویشاوندانتان به شما ارائه می دهد. محکمه چیست و چه می کند؟ محکمه یک هیئت مستقل است که می تواند تصمیم بگیرد آیا باید به شما اجازه داد بیمارستان را ترک کنید یا خیر. این دادگاه جلسه با حضور شما و کارکنان بیمارستان که شما را می شناسند برگزار خواهد کرد. این جلسه دادرسی نامیده می شود. اگر بخواهید می توانید از شخص دیگری درخواست کنید برای کمک به شما در جلسه دادرسی حاضر شود. اعضای محکمه پیش از دادرسی گزارشات بیمارستانی درباره شما و درمانتان را خواهند خواند. همچنین یکی از اعضای محکمه برای گفتگو با شما خواهد آمد. چه وقت می توانم برای محکمه اقدام کنم؟ پس از آنکه حکم بیمارستانی شما برای مدت 6 ماه جاری شد، شما و نزدیکترین خویشاوندانتان می توانید یک بار در طی 6 ماه بعدی برای محکمه اقدام نمایید. هر دوی شما می توانید یک بار در هر سالی که پس از آن در بیمارستان نگه داشته می شوید اقدام کنید. در صورتی که بخواهید برای محکمه اقدام کنید، می توانید درخواست خود را برای نشانی زیر ارسال نمایید. The Tribunal's Service، صندوق پستی 879C، طبقه 5، 5th floor، Leicester، LE1، 8BN. شماره تلفن هست 0845-223-2022. می توانید از یک مشاور حقوقی درخواست کنید که از طرف شما به دادگاه خصوصی نامه بنویسد و در جلسه دادرسی نیز به شما کمک کند بیمارستان مسئول شما و قانون جامعه فهرستی از مشاوران حقوقی متخصص در این زمینه را به شما معرفی خواهند کرد. نیازی به پرداخت دستمزد به مشاور حقوقی برای کمک در این زمینه نیست. این مورد رایگان و تحت طرح کمک حقوقی می باشد. چه درمانی برای من انجام خواهد شد؟ پزشک مسئولتان و دیگر اعضای بیمارستان درباره هر درمانی که فکر می کنید برای شما لازم است با شما صحبت خواهند کرد. در اکثر موارد باید توصیه آنان را بپذیرید. پس از 3 ماه قوانین خاصی برای هر معالجه یا دارویی وجود دارد که برای اختلال روانی به شما داده می شود. در صورتی که درمان یا دارو را قبول نداشته باشید یا مریض تر از آن باشید که بتوانید بگویید آنها را نمی خواهید، یک پزشک که این پزشک مربوط به بیمارستان نیست شما را خواهد دید. این پزشک مستقل با شما و کارکنان بیمارستان که شما را می شناسد صحبت خواهد کرد. پزشک مستقل تصمیم خواهد گرفت چه نوع درمان یا دارویی به شما داده خواهد شد. اینها تنها درمان و دارویی خواهند بود که بدون موافقتتان به شما داده خواهد شد، مگر اینکه مورد اورژانسی پیش بیاید. این پزشک مستقل SOAD یعنی پزشک منتخب دارای عقیده دوم نامیده می شود و توسط یک کمیسیون مستقل انتخاب می شود که بر چگونگی کاربرد لایحه سلامت روانی نظارت دارد. قوانین متفاوتی برای بعضی از درمان‌های خاص مانند درمان با شوک الکتریکی ECT وجود دارد. اگر کارکنان متخصص بیمارستان فکر می‌کنند شما به چنین درمان‌های خاصی نیاز دارید، قوانین برای شما توضیح داده خواهد شد و جزوه دیگری به شما داده می شود. اطلاع دادن به نزدیکترین خویشاوند. نسخه از این جزوه به شخصی داده می شود که لایحه سلامت روانی او را نزدیکترین خویشاوند شما بداند.
در لایحه سلامت روانی فهرستی از اشخاصی به چشم می‌خورد که خویشاوند شما شناخته می‌شوند. معمولاً شخصی که در بالاترین ردیف این فهرست قرار دارد نزدیکترین خویشاوند شماست. کارکنان بیمارستان می توانند جزوه‌ای به شما بدهند که این موضوع و حقوقی را که نزدیکترین خویشاوند شما در ارتباط با مراقبت و درمان شما به عهده دارد به خوبی توضیح می دهد. در مورد پرونده شما به ما گفته شده است که نزدیکترین خویشاوند شما برای مثال شخص زیر است. اگر نمی خواهید این شخص نسخه از این جزوه را دریافت نماید، لطفاً به پرستار خود یا یکی دیگر از اعضای کادر بیمارستان اطلاع دهید. تغییر نزدیکترین خویشاوند. اگر فکر میکنید این شخص برای نزدیکترین خویشاوند شما بودن مناسب است، میتوانید برای برگزاری دادگاه استانی اقدام نمایید تا شخص دیگری را به عنوان نزدیکترین خویشاوند شما تعیین نمایند. کارکنان بیمارستانی میتوانند جزوه‌ای که این مطلب را به خوبی توضیح داده شده است به شما ارائه نمایند. نامه های شما. کلیه نامه هایی که در هنگام بستری شدن در بیمارستان برای شما ارسال می شود به شما داده خواهد شد. شما می توانید به هر کسی، به جز کسانی که گفتن نمی خواهند از شما نامه دریافت کنند، نامه بنویسید. کادر بیمارستان می توانند نامه های ارسالی برای اشخاص مذکور را متوقف نمایند. شماره کد ارجاع. یک کد ارجاع وجود دارد که توصیه های درباره سلامت روانی و رفتار با بیماران دارای اختلال ذهنی به کادر بیمارستان می دهد. ایشان باید هنگام تصمیم گیری درباره مراقبت از شما توصیه های این کد را در نظر بگیرند. در صورت تمایل می توانید درخواست کنید نسخه ای از این کد را ببینید. چگونه می توانم شکایت کنم؟ اگر قصد دارید درباره هر چیز مربوط به مراقبت و درمان شما در بیمارستان شکایت کنید، لطفاً با یکی از اعضای کادر بیمارستان صحبت کنید. ممکن است آنان بتوانند مشکل شما را حل کنند. همچنین می توانید اطلاعاتی درباره مراحل و طرز عمل شکایت از بیمارستان مسئول به شما بدهند که با استفاده از آن می توانید شکایت خود را از طریق آنچه تحلیل محلی نامیده می شود از بیمارستان مسئول طبقه بندی کنید. همچنین می توانید اشخاص دیگری را به شما معرفی کنند که در تهیه شکایت نامه به شما کمک کنند. در صورتی که احساس نمی کنید مراحل و طرز عمل شکایت بیمارستانی کمکی به شما بکند، می توانید به یک کمیسیون مستقل نیز شکایت کنید. این کمیسیون بر چگونگی استفاده از لایحه سلامت روانی نظارت می کند تا مطمئن گردد این لایحه به درستی به کار می رود و اینکه بیمارستان در طول مدت بستری شدن در بیمارستان به طور مناسبی تحت مراقبت قرار می گیرند. کارکنان بیمارستان می توانند جزوه‌ای به شما بدهند که توضیح می دهد چگونه با این کمیسیون تماس بگیرید. کمک و اطلاعات بیشتر. اگر در مورد مراقبت و درمان شما مسئله مبهم باقی مانده است، یکی از کارکنان به شما کمک خواهد نمود. در صورتی که هر مطلب یا نکته‌ای در این جزوه برای شما قابل درک نیست یا پرسش‌های دیگری دارید که در این جزوه به آنها پاسخ داده نشده است، لطفاً از یکی از اعضای کادر بیمارستان درخواست کنید برای شما توضیح دهد. اگر نسخه دیگری در این جزوه برای شخص دیگری نیاز دارید، لطفاً درخواست نمایید یک نسخه دیگر به شما داده می شود. پذیرش توسط حکم بیمارستان بدون محدودیت. بند 37 و 41 از لایحه سلامت روانی سال 1983. چرا در بیمارستان هستم؟ شما طبق حکم دادگاه در این بیمارستان نگه داشته می شوید. در این دادگاه حکم داده شده که شما می توانید بنابه بند 37 لایحه سلامت روانی 1983 در بیمارستان نگه داشته شوید. این حکم بیمارستانی نام دارد.
بدین معنا که دو پزشک به دادگاه اعلام داشتند که عقیده دارند شما دچار اختلال روانی هستید و لازم است در بیمارستان بستری شوید. به دلیل امنیت عمومی، دادگاه همچنین یک حکم اکید تحت بند 41 لایحه سلامت روانی برای شما صادر کرده است. حکم ممنوعیت چیست؟ حکم ممنوعیت بدین معناست که نمیتوانید از بیمارستان مرخص شوید مگر اینکه دبیر کل قوه قضاییه یا یک دادگاه خصوصی حکم کند که میتوانید بیمارستان را ترک کنید. و مرخصی شما ممکن است موضوع شرایط معینی باشد که در اولین زمان ممکن برای شما توضیح داده خواهد شد. در مدتی که در بیمارستان هستید، قبل از آنکه به مرخصی موقت بروید یا به بیمارستان دیگری فرستاده شوید، شخص مسئول درمانتان یعنی پزشک مسئول شما باید موافقت دبیرکل را اخذ نماید. ایشان همچنین باید شما را معاینه کند و دست کم سالی یک بار گزارشی درباره شما برای دبیرکل ارسال نماید. چه مدت در اینجا خواهم ماند؟ وقتی به اندازه کافی از سلامت برخوردار باشید که بتوانید بیمارستان را ترک کنید، پزشک مسئولتان به شما خواهد گفت. سپس از دبیر کل قوه قضاییه درخواست خواهد کرد با مرخص شدن شما موافقت نماید. تا وقتی که دبیر کل قوه قضاییه موافقت ننموده است، نمی توانید بیمارستان را ترک کنید. در صورتی که اقدام به ترک بیمارستان دارید، کارکنان می توانند جلوی شما را بگیرند و اگر خارج شده باشید، شما را به بیمارستان برگردانند. چه درمانی دریافت خواهم کرد؟ پزشک مسئولتان و دیگر اعضای بیمارستان درباره هر درمانی که فکر می کنند برای اختلال روانی شما لازم است با شما صحبت خواهند کرد. در اکثر موارد باید توصیه آنان را بپذیرید. پس از 3 ماه قوانین خاصی برای هر معالجه یا دارویی وجود دارد که برای اختلال روانی به شما داده می شود. در صورتی که درمان یا دارو را قبول نداشته باشید یا مریض تر از آن باشید که بتوانید بگویید آنها را نمی خواهید، یک پزشک که از این بیمارستان نیست شما را خواهد دید. این پزشک مستقل با شما و کارکنان بیمارستان که شما را میشناسند صحبت خواهند کرد. پزشک مستقل تصمیم خواهد گرفت چه درمان و دارویی باید به شما داده شود. اینها تنها درمان و دارویی خواهند بود که بدون موافقتتان به شما داده خواهند شد، مگر اینکه مورد اورژانسی پیش بیاید. این پزشک مستقل SOAD یعنی پزشک منتخب دارای عقیده دوم نامیده می شود و توسط یک کمیسیون مستقل انتخاب می شود که بر چگونگی کاربرد لایحه سلامت روانی نظارت می کند. قوانین متفاوتی برای بعضی از درمانهای خاص مانند درمان با شوک الکتریکی یعنی ECT وجود دارد. اگر کارکنان متخصص بیمارستان فکر می کنند شما به چنین درمانهای خاصی نیاز دارید، قوانین برای شما توضیح داده خواهد شد و جزوه دیگری به شما داده می شود. آیا می توانم استیناف دهم؟ بله، می توانید از دادگاه درخواست کنید مجدداً به پرونده شما رسیدگی شود. برای انجام این کار باید درخواست را سریعاً انجام دهید و بهتر است از یک مشاور حقوقی کمک بگیرید. از کارکنان بیمارستان درباره نحوه انجام این کار سوال کنید. آنان جزوه دیگری به شما خواهند داد. پس از آنکه حکم بیمارستانی برای مدت 6 ماه جاری شد، می توانید از یک محکمه درخواست کنید حکم دهد که نباید در بیمارستان نگه داشته شوید. محکمه چیست و چه می کند؟ محکمه یک هیئت مستقل است که می تواند تصمیم بگیرد آیا باید شما اجازه داده شود که بیمارستان را ترک کنید یا خیر. آیا دادگاه جلسه با حضور شما و کارکنان بیمارستان که شما را می شناسند برگزار خواهد کرد؟ این جلسه
دادرسی نامیده می شود. اگر بخواهید می توانید از شخص دیگری درخواست کنید برای کمک به شما در جلسه دادرسی حاضر شود. اعضای دادگاه خصوصی پیش از دادرسی گزارشات بیمارستان درباره شما و درمانتان را خواهند خواند. همچنین یکی از اعضای دادگاه خصوصی برای گفتگو با شما خواهد آمد. چه وقت می توانم برای محکمه اقدام کنم؟ پس از آنکه حکم بیمارستانی برای شما مدت 6 ماه جاری شد، شما و نزدیکترین خویشاوندتان می توانید یک بار در طی 6 ماه بعدی برای دادگاه اقدام کنید. هر دوی شما می توانید یک بار در هر سالی که پس از آن در بیمارستان نگه داشته شدید اقدام کنید. در صورتی که بخواهید برای دادگاه اقدام کنید، می توانید درخواست خود را برای نشانی زیر ارسال کنید. Tribunes Service، صندوق پستی 879C، طبقه 5، 5th floor، Leicester، LE1 8BN، شماره تلفن 085-223-2022. می توانید از یک مشاور حقوقی درخواست کنید از طرف شما به دادگاه خصوصی نامه بنویسد و در این جلسه دادرسی نیز به شما کمک کند. بیمارستان مسئول شما و قانون جامعه فهرستی از مشاوران حقوقی متخصص در این زمینه را به شما معرفی خواهند کرد. نیازی به پرداخت دستمزد به مشاور حقوقی برای کمک در این زمینه نیست. این مورد رایگان و تحت طرح کمک حقوقی می باشد. نامه های شما. کلیه نامه هایی که در هنگام بستری شدن در بیمارستان برای شما ارسال می شود، به شما تحویل داده خواهد شد. شما می توانید به هر کسی به جز کسانی که گفتند نمی خواهند از شما نامه‌ای دریافت کنند نامه بنویسید. کادر بیمارستانی می تواند نامه های ارسالی برای اشخاص مذکور را متوقف نماید. شماره کد ارجاع. یک کد ارجاع وجود دارد که توصیه های درباره سلامت روانی و رفتار با بیماران دارای اختلال ذهنی به کادر بیمارستان می دهد. ایشان باید هنگام تصمیم گیری درباره مراقبت از شما توصیه های این کد را در نظر بگیرند. در صورت تمایل می توانید درخواست کنید نسخه از این کد را ببینید. چگونه می توانم شکایت کنم؟ اگر قصد دارید درباره هر چیز مربوط به مراقبت و درمان شما در بیمارستان شکایت کنید، لطفاً با یکی از اعضای کادر بیمارستان صحبت کنید. ممکن است آنان بتوانند مشکل را حل کنند. همچنین می توانید اطلاعاتی درباره مراحل و طرز عمل شکایت از بیمارستان مسئول به شما بدهند که با استفاده از آن می توانید شکایت خود را از طریق آنچه تحلیل محلی نامیده می شود طبقه بندی نمایید. همچنین می توانید اشخاص دیگری را به شما معرفی کنند که در تهیه شکایت نامه به شما کمک نمایند. در صورتی که احساس نمی کنید مراحل و طرز عمل شکایت بیمارستان کمکی به شما بکند، می توانید به یک کمیسیون مستقل نیز شکایت کنید. این کمیسیون بر چگونگی استفاده از لایحه سلامت روانی نظارت می کند تا مطمئن گردد این لایحه به درستی به کار می رود و اینکه بیماران در طول مدت بستری شدن در بیمارستان به طور مناسبی تحت مراقبت قرار می گیرند. کارکنان بیمارستان می توانند جزوه‌ای به شما بدهند که توضیح می دهد چگونه با این کمیسیون تماس بگیرید. کمک و اطلاعات بیشتر. اگر در مورد مراقبت و درمان شما مسئله مبهم باقی مانده است، یکی از کارکنان به شما کمک خواهد نمود. در صورتی که هر مطلب یا نکته‌ای در این جزوه برای شما قابل درک نیست یا پرسش های دیگری دارید که در این جزوه به آنها پاسخ داده نشده است، لطفاً از یکی از اعضای کادر بیمارستان درخواست کنید برای شما توضیح دهد. اگر نسخه دیگری از این جزوه برای شخص دیگری نیاز دارید، لطفاً درخواست نمایید یک نسخه دیگر به شما داده شود.
انتقال یک زندانی محکوم نشده به بیمارستان یا بدون ممنوعیت. بند 48 لایحه سلامت روانی سال 1983. چرا در بیمارستان هستم؟ شما به این بیمارستان منتقل شده اید زیرا دو پزشک به دبیر کل قوه قضاییه توصیه کردند شما مبتلا به اختلال روانی هستید و برای درمان پزشکی لازم است در بیمارستان بستری شوید. دبیر کل قوه قضاییه حکم انتقال را طبق بند 48 لایحه سلامت روانی سال 1983 صادر نموده است که اجازه می دهد یک زندانی محکوم نشده به بیمارستان انتقال یابد. همچنین ممکن است دبیر کل قوه قضاییه طبق بخش 48 لایحه سلامت روانی یک حکم ممنوعیت نیز برای شما صادر کند. حکم ممنوعیت چیست؟ حکم ممنوعیت بدین معناست که نمی توانید از بیمارستان مرخص شوید مگر اینکه دبیر کل قوه قضاییه با یک دادگاه خصوصی حکم کند که می توانید بیمارستان را ترک کنید. در این صورت در صورت مرخصی شدن شما ممکن است موضوع شرایط معینی باشد که در اولین زمان ممکن برای شما توضیح داده خواهد شد. در مدتی که در بیمارستان هستید قبل از آن که به مرخصی موقت بروید یا به بیمارستان دیگری فرستاده شوید شخص مسئول درمانتان یعنی پزشک مسئول شما باید موافقت دبیر کل را اخذ نماید. ایشان همچنین باید شما را معاینه کند و دست کم سالی یک بار گزارشی درباره شما برای دبیر کل ارسال نماید. چه مدت در اینجا خواهم ماند؟ شما تا زمانی در این بیمارستان نگاه داشته خواهید شد که حکم انتقالتان به پایان برسد. در صورتی که پس از بازداشت حکم بازداشت مجدد توسط یک دادگاه دادرسی به اینجا منتقل شده اید. تا زمانی که دوره بازداشت مجدد شما خاتمه یابد در این بیمارستان نگاه داشته خواهید شد مگر اینکه برای محاکمه به دادگاه سلطنتی فرستاده شوید یا مجدداً توسط دادگاه دادرسی بازداشت شوید. در این صورت در بیمارستان خواهید ماند. دادگاه دادرسی می تواند حکم انتقال را خاتمه دهد. اگر پزشک مسئولتان بگوید دیگر نیازی به درمان پزشکی برای اختلال روانی در بیمارستان ندارید، سپس به زندان برگردانده خواهید شد. مگر اینکه دادگاه تصمیم بگیرد شما را به قید ضمانت آزاد کند. در صورتی که به عنوان یک زندانی اجتماعی یا تحت قوانین مهاجرتی به اینجا منتقل شده اید. تا زمانی که از زندان آزاد یا از بازداشتگاه مرخص شوید در بیمارستان خواهید بود مگر اینکه پزشک مسئولتان بگوید دیگر نیازی به درمان ندارید. اگر حکم ممنوعیت دارید و پزشک مسئولتان بگوید دیگر نیازی به درمان ندارید به زندان یا بازداشتگاه برگردانده خواهید شد. در دیگر موارد تا زمانی در بیمارستان خواهید ماند که پزشک مسئول شما بگوید دیگر نیازی به درمان ندارید یا تا وقتی که پرونده شما توسط دادگاه مورد تصمیم گیری قرار گیرد. اگر پزشک مسئولتان بگوید دیگر نیازی به درمان ندارید به زندان برگردانده خواهید شد مگر اینکه دادگاه تصمیم بگیرد شما را با قید ضمانت آزاد نماید. آیا می توانم پس از پایان حکم ممنوعیت در بیمارستان نگاه داشته شوم؟ این امکان وجود دارد که تحت بند دیگری از سلامت روانی در بیمارستان نگاه داشته شوید. اگر پس از خاتمه حکم انتقال نیز به درمان نیاز داشته باشید، در این صورت جزوه دیگری به شما داده خواهد شد که این مطلب را توضیح می دهد. اگر مجبور باشم به دادگاه برگردم چه خواهد شد؟ در صورتی که مجدداً بازداشت شده اید و هنوز دادرسی نشده اید، ممکن است به دادگاه برگردید.
دادگاه پرونده شما را بررسی خواهد کرد و ممکن است یک حکم بیمارستان طبق بند 37 لایحه سلامت روانی صادر نماید که میگوید باید در بیمارستان بمانید، یا ممکن است یک حکم جایگزین به شما بدهند. اگر دو پزشک بگویند